ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم جمشیدی، تا ثانیه های دیگه ایشون رو خواهیم داشت و آخرین لحظاته که اگر سوالی دارید بفرمایید. باز هم عرض میکنم چون سوالا به صورت گروهی اومده و تعداد سوالا زیاد بود، ما اینا رو یه مقدار دسته بندی کردیم و دسته بندی شده از خانم جمشیدی خواهیم پرسید و ایشون هم محبت میکنن جواب ما رو خواهند داد، یعنی در واقع جواب شما شنوندگان عزیز رو خواهند داد. خیلی خوب، سلام عرض میکنم خانم جمشیدی، حالتون چطوره؟ صدای ما رو دارین؟ درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که دارن از طریق رادیوی شما ما رو میشنون و میبینن. بله، من صدای شما رو دارم، در خدمتون هستم، بفرمایید. خواهش میکنم خانم جمشیدی، فقط اگر محبت بکنید یک کم عقبتر اگر بشینید برای تصویر. آه بسیار عالی، دستتون درد نکنه، ممنونم. بله، بنده هم عرضه ادب دارم، درود میگم به شما خانم جمشیدی عزیز، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید، رو خط برنامه هستید تا به سوالات شنوندگان ما پاسخ بدین. اگر که فرمایشی ندارین اجازه میدین من سوالات شنوندگان رو شروع بکنم که برسیم به همه پاسخ داده باشیم. منم سلام عرض میکنم خدمتتون. بله حتما، من سوالی ندارم. خیلی ممنون. بله خب، یکی از سوالاتی که دوستان، یعنی سری از دوستان پرسیده بودن در زمینه برنامه ها و طرحهای مختلف دولت، حالا دولت فدرال یا برخی از دولت های استانی بوده که دوستان گفتن در صفحات مجازی خیلی در مورد این طرحها صحبت میشه که شرکت های مهاجرتی مختلف، افرادی که در زمینه مهاجرت فعالیت میکنن، مرتب از این برنامه صحبت میکنن که خیلی خاص هستن انگار واقعا، و شنوندگان ما گفتن نمیدونن کدوم از اینا درسته. واقعا همچین برنامه‌ای در شرایط کرونا اعلام شده از طرف دولت فدرال یا دولت استانی؟ اگر که شما یک بروز رسانی بفرمایید در این زمینه خیلی ممنون میشیم. خدمتتون عرض کنم که اگر من بخوام توضیح بدم که چه برنامه هایی الان اویلیبل هست برای همه دوستان، خب زمان طولانی احتیاج داره. چیزی که من میتونم بگم به دوستایی که این سوالو پرسیدن اینه که به نظر من بهترین راه اینه که اگر شما راجع به یک برنامه از یه سایتی میشنوید، همیشه اون برنامه رو در سایت cic.ca چک بکنید. یعنی هر نوع برنامه ای که باشه اگر در سایت cic.ca باشه پس اون برنامه درسته و قابل اجراه، اگر نباشه نه نیست. و از اونجایی که متاسفانه خیلی از افراد خیلی چیزا رو میگن که وجود نداره یا اونطوری که باید توضیح بدن توضیح نمیدن، بهترین راهش اینه که شما از طریق cic.ca اون برنامه رو چک کنید. بله خیلی متشکرم، دقیقا همطور که میفرمایید هم هست، یعنی یه بخش خوبی داره اون برنامه معمولا، حالا بعضی دوستان اون بخش خوب رو بولدش میکنن، بزرگش میکنن، حالا بخش دیگرش رو نمیگن و ممکنه گمراهی برای دی از دوستان ایجاد بکنه. حالا دوستانی که اینجا زندگی میکنن فکر میکنم مشکل زبانی به حمدالله نداره، هیچ کسی راحت میتونن به همین وبسایت های وزارت مهاجرت کانادا رجوع بکنن، خودشون بخونن، متوجه شن. متاسفانه حالا برخی از دوستان که از ایران هستن ممکنه که خیلی از این ها رو باور بکنم به این شکل. خیلی ممنونم. سوال دیگه ای داریم، حالا دوستانی که خیلی از این نوع سوالات داشتیم از در رابطه با کسانی که پناهنده هستن اینجا و وضعیتشون الان نامشخصه، خصوصا اینکه دوستیم به طور مثال شرایطشون رو فرستادن، گفتن موعد دادگاه من چند روز مونده بود که انجام بشه در ماه مارچ 2020، به خاطر کووید تعطیل شد دادگاهم و دو سال اینجا هستم، بچه هم از پدرشون دورن، بچه دومم اینجا به دنیا اومده، هنوز اصلا پدرش رو ندیده و وقت دادگاه هم هنوز بهم ندادن. ایشون میخوان بدونن که آیا هیچ مرجعی هست که ایشون بتونن با اون مرجع تماس بگیرن و بخوان به دلایل انسان دوستانه به پدر بچه ها ویزا بدن، بتونن بیان کانادا بچه ها رو ببینن، اصلا چه اقدامیشون و امثال ایشون میتونن انجام بدن؟ ببینید، یه چیزی که هست متاسفانه به خاطر این برنامه کرونا که پیشمد، خیلی از دوستای ما که اینجا پناهنده هستن متاسفانه این شرایط سخت رو دارن. اگر بخوام واقعا آنست باشم، کاری نمیشه در این رابطه کرد به خاطر اینکه تعداد آدمایی که در این شرایط هستن خیلی زیاده. منتها چیزی که هست اینه که الان که البته میگم از سپتامبر دادگاه ها باز شده ولی آنلاین هستش و یه جورایی اینا داره پیش میره. قبل از سپتامبر اصلا کلن تعطیل بود ولی الان باز شده و خوشبختانه دارن وقت میدن به آدم ها برای دادگاهاشون. ولی یه چیزیه که واقعا فقط باید منتظر شد، یعنی واقعا هیچ راه دیگه نیستش که
بخوایم این کار سریعتر انجام بدیم. بنابراین با این که میدونم خیلی سخته ولی باید متاسفانه فقط منتظر شد. خب در واقع خیلی از دوستان میگن که یه راههایی هست، مثلا نامه بنویسیم واسه MP منطقه، از اون بخوایم که یه کاری بکنه. آیا واقعا با این کارا میشه کاری رو پیش برد یا خیر؟ ببین، چیزی که من اطلاع دارم، چیزی که من اگر کلاینت هم ازم بپرسه اینه که میگم نه، به خاطر اینکه MP نمیتونه هیچ نوع راهی رو داشته باشه برای اینکه به ایمیگریشن بگه شما بیاین مثلا فلان کلاینت رو یا فلان کلاینت رو چیزاش رو دادگاهاش رو جلوتر بذاریم. اصلا ما خودمون آفیس خودمون هر هفته فالو میکنیم، هر دو هفته دو فالو میکنیم، بهشون یه لیست میدیم مثلا این آدما باید در درجه اول چیزشون بیاد، دادگاهشون بیاد، ولی اونا همیشه جوابشون اینه که ما خودمون میدیم که اول دادگاهش میاد، کی دادگاهش میاد. من فکر می کنم که این آیدیای خوبی باشه که بخواید به MP بگیم، ولی باز آدم ها خودشون اون کاری رو که دوست داشته باشن میکنن، ولی واقعا من سجست میکنم که نه، این کار رو نکنن. روی پرونده تأثیری نمیذاره که بگه بدتره یا بهتره، برای اینکه ایمیگریشن همیشه کار خودش میکنه، مستقل عمل میکنه. از اونجا فکر کنم ایمیگریشن جزء اونایی که میگه خودتو به من چی کار داری، فکر کنم یه همچین چیزیه. بله، خب پس در حقیقت هم باید دوستان منتظر بمونن. حالا خبر خوبی که شما دادین این که دادگاه ها داره به صورت مجازی برگزار میشه، حالا قطعا با سرعت کمتری، و دوستان اگر منتظر بمونن نوبت اونها هم خواهد رسید. یه سری سوالاتی داشتیم در زمینه یه حالا راه های مهاجرت بود که خب موردی که خیلی تکرار شده بود، ظاهرا دوستان خیلی سوال دارن در رابطه با شرایط درخواست ویزا از طریق اکسپرس انتری، و خواستن که اگه میشه کوتاه، شاید وقتتون رو نگیریم، مختصر توضیح بدین که حالا شرایط کلیش چیه، چون که خیلی هم دوست دارن اینو شنیدن، این راه رو میخوان بدونن که بهشون واجد شرایط هستن یا خیر. ببینید، من اگر بخوام توضیح کامل در مورد اکسپرس انتری بدم وقتمون برای این کار کمه، ولی کاری که میتونم بکنم اینه که بگم که کسایی میتونن در این برنامه شرکت کنن که تحصیلات حداقل فوق لیسانس داشته باشن، زبان 7 و 8 داشته باشن، سنشون زیر 31 2 سال باشه، اگر متأهل هستن و همسرشون هم یه همچین شرایطی رو داشته باشن خیلی خوبه، و تجربه کاری در زمینه تحصیلشون داشته باشن. اینا شرایط اولیه است. منتها دیتیلز قضیه خیلی به شرایط اون شخص بستگی داره. یعنی شما اگر تحصیلاتتون رو دارین، زبان رو بلدین، تجربه کاری دارین، سن مناسب دارین، اوکی، الان شما میتونین راجع به این قضیه فکر بکنین، ولی یه سری شرایط دیگه داره که اون خیلی طولانی تره و خیلی دیتیلز تر هستش که در این برنامه من نمیتونم کاملا توضیح بدم، ولی اگه دوست داشته باشن میتونن با من تماس بگیرن، من خوشحال میشم کمکشون کنم. اون بستگی به یه جزئیاتی داره که هر شخصی فرق میکنه که تو شرایطی داره. بعد اون وقت ما باشون کاری که میتونیم بکنیم اینه که سکورشون رو کلکولیت بکنیم، بگیم بهشون که چقدر سکور دارن، بعد اون وقت واجد شرایط هستن یا نیستن. بله، من تماس بگیرم با ما به جایی. خب اولا که بذارید من بله. شماره تماستون رو خانم جمشیدی البته توی رادیو ما اعلام کردیم، توی سوشال مدیای ما هست، ولی اگه محبت بکنید الان روی ایر یه دفعه دیگه بگید که اگه دوستانی سوال دارن مستقیما بتونن با خودتون در ارتباط باشن. بله بله، حتما خوشحال میشم. شماره من هست 416 83 32. بله، خیلی متشکرم. و سرکار خانم جمشید، حالا فرمودین خب دوستان تماس بگیرن و که حالا ما هم دعوت میکنیم اگر کسی در این زمینه سوال بیشتری داره از خانم جمشید حتما استفاده بکنن از اطلاعاتشون، و اینکه حتما این دوستان بهشون اطلاع میدید که اگر بخوان اسکورشون رو بالاتر ببرن در چه زمینه کار بکنن بهتره دیگه، درسته؟ بسیار.
خیلی متشکر. یه سوال دیگه داشتیم که باز هم سوال تکراری زیادی بود در رابطه با، حالا من عین سوالی که از دوستانو میخونم، گفتن سلام و درود، مرسی که این فرصت رو فراهم کردین تا ما سوالاتمون رو بپرسیم. سوال من درباره اسپانسرشیپ والدین هست، شرایطش به چه صورته و آیا متقاضی حتما باید خود شهروند کانادا باشه یا اگر PR هم باشه میتونه درخواست بده؟ و تشکر کردن از شما. خواهش میکنم، خدمتتون عرض کنم، من شما اگه پیارم باشید میتونید اقدام بکنید برای پدر مادرتون و این در اصل به شرایط تکس 3 سال گذشتهشون مربوط میشه و اینی که چقدر حقوق در میارن و بستگی به اینی که چه تعدادی در کل خانواده چه تعداد افراد هستن، بعد اون وقت باید ببینیم بستگی به اون حقوقی که در میارن آیا میتونن مثلا یک نفر یا دو نفر دیگر رو به اون خانواده با اون مقدار حقوق اضافه بکنن یا نه. باز دوباره برمیگرده به اینکه شرایط آدم ها فرق میکنه، بستگی داره شما یه بچه دارین، دو تا بچه دارین، خودتون کار میکنین، همسرتون هم کار میکنه یا نمیکنه، بستگی به اینجور چیزا داره. بنابراین باز دوباره من سوژشنم اینه که اگر بتونن هر شخصی بستگی به شرایطش بهشون میگیم که میتونن این کارو بکنن یا نه، اگر بتونن تماس بگیرن باز خیلی بهتر هست. بستگی به پول داره همه چی. همه چی به پول. آره. نه ببینید، بستگی به پول نداره، بستگی به این داره که اینا میخوام ببینن اگر مثلا من ماهی $1,000 در میارم و مثلا یه دونه بچه دارم آیا میتونم مثلا خرج مادرم هم بدم یا خرج پدرم هم بدم. متوجه این؟ برای این جدولی داره که توی اون جدول میگه که مثلا شما اگه اینقدر موقع بر بیارید، اینقدر آدم باشید، میتونید مثلا پدر مادرتون رو بیارید یا نه، بستگی به اینا داره. برای همین باید به من بگن حقوقشون در 3 سال گذشته چقدر بوده و چقدر درآمد داشتن و چقدر تکس اعلام کردن، بعد اون وقت ما بهشون بگیم که میتونن این شرایط رو دارن یا نه. بسیار هم عالی. خانم جمشیدی، یه سوال دیگه ای هم هست که همین الان دوستان برامون فرستادن که ازتون بپرسیم، اونم این هستش که آیا اصلا در شرایط کووید 19 الان امکان گرفتن ویزای توریستی، تحصیلی و یا جاب آفر وجود داره یا خیر؟ یعنی اپروف میکنه دولت یا خیر؟ بله اپروف که میکنه الان، سفارت ها که بازن، منتها خب به خاطر شرایطی که الان خود گورنمنت کانادا میگه شما اگر ویزیتور هستید نمیتونید بیاین کانادا مگر اینکه فامیل درجه یک داشته باشین، که حالا البته از هفته پیش دوباره یه سری چیزای جدیدی گذاشته برای مسافرا، حالا اون اصلا اون بحثش جداه، ولی اینی که صادر میکنن ویزا رو بله ازتون میکنن. بسیار هم عالی. پس اگر کسی برای تحصیلی مثلا میخواد اقدام بکنه برای یک کالج، الان هیچ محدودیتی بابتش وجود نداره، چون خیلی از کشورها مثل این که میگن تا زمانی که در واقع این شرایط هست دانشجوی جدید نمیگیرن به خاطر کنترل اینا. پس ما در کانادا اینجوری نیست. نه ببینید چطوریه، الان دانشجوی جدید رو میگیرن، منتها اگر با ویزای شما موافقت بکنن شما باید درستون رو آنلاین شروع کنین به خوندن، بعد وقتی که برنامه کووید تموم شه اون وقت میتونید وارد کانادا بشید. بعد اون وقت عذرخواهی میکنم، این آنلاین خوندنه این سالهایی که درس میخونن، چون خب خیلی از راه روش تحصیل میخوان بعدا وارد کنادا بشن، این سالها محسوب میشه به عنوان سالی که در خاک کانادا بودن یا نه؟ چون اصلا شما اگر ویزای دانش آموزی نداشته باشید و مثلا بخواید به این رشته مهندسی بخونید، که اگه نداشته باشید که اصلا اجازه بهتون نمیدن آنلاین بخونید. بسیار. نه میخوام بدونم اگر آنلاین بخونن، چون در نهایت میخوان ویزاشون رو تبدیل به ویزای کار بکنن و مقیم بشن، هدفشون اینه، اون وقت این سالهایی که آنلاین از تو خاک ایران مثلا درس خوندن حساب میشه یا خیر؟ آهان به خاطر چیزشون میگیم، بعدن بخوان به پی آر تبدیل شن. بعدشون بخوام راستشو بگم در مورد این قضیه سوالی جالبی بود، نه کسی تو حالا پرسیده بود و نه ما چی راجعه این قضیه از خود ایمیگریشن پرسید، یعنی من بگم این اتفاق ممکنه بیفته آنستی نمیدونم، چون سوال مهمی هست. میدونید مردم خب بالاخره دارن پول هزینه تحصیل انگار آن کمپس رو میدن، ولی کشور خودشونن و بعد هم در نهایت تو خاک کانادا هم نیستن، چون خیلی ها از این طریق میخوان در کانادا مقیم بشن در حقیقت. حالا به هر حال میتونم بعدا راجع بهش صحبت کنیم.
در چیز این هستن که ببینن که حتما میتونن ویزای تحصیل رو بگیرن. اصلا راجع به اینکه حالا الان اقامتمون چی میشه خیلی سوال خب دور اندیشن بعضی ها خیلی. حالا ما یه زمانی رو باید بذاریم، حالا ایشالله دفعه بعدی بتونیم با شما یه ارتباطی رو برقرار بکنیم راجع به این قضیه یه مقدار مفصلتر صحبت بکنیم، چون واقعا مسئله مهمی هست. و سوال بعدی و در نهایت سوالی که دوستی پرسیده بودن، حالا این یه سوال خاصی بود که یه نفر از دوستان پرسیده بودن، ما هم جالب بود برام، خواستیم از شما بپرسیم. دوستی گفتن برای من ایمیل اومده از اداره مهاجرت برای امتحان شهروندی، 20 روزم وقت دارم که آنلاین امتحان بدم. گفتن اگه رد شم، چون مدلش آنلاینه شاید این سوال کردن نمیدونم، گفتن اگه رد بشم چند وقت بعد دوباره میتونم امتحان بدم؟ ممنون. میتونن دوباره درخواست کنن، اونا باید دوباره بهشون وقت بدن. حالا با این شرایط کرونا یه وقت ممکنه 10 روز دیگه بهشون وقت بدن، یه وقت ممکنه 5 ماه دیگه بهشون وقت بدن. درخواست چجوری باید بگن بدن؟ درخواست رو باید، حالا نمیدونم، اگه وکیل دارن وکیلشون این کار انجام میده، اگر خودشون بخوان انجام بدن که اون یه پروسه یه ذره طولانی داره، ولی من کنم از طریق وکیلشون این کارو بکنن. خیلی پیچیده نیست ولی میتونه پیچیده بشه، کار سختی هم نیست ولی میتونه یه خود پیچیده بشه. فکر میکنم درس بخونن بهتره، قبول شد چیکاری آخه آدم خودشو. بله خب 4 تا 5 تا سوال، 20 تا سوال دیگه، حالا 5 تا هم دیگه غلط چیز دادن دیگه، پرچه دادن بهمون دیگه سوال. بله بله می‌خواستی سوال بپرسی. اوکی خب خانم جمشیدی، ما سوالمون تموم شد، یعنی سوالاتی که دوستان برامون فرستادن. بله حالا ما یه دو تا سوال همینجوری بپرسیم، چون برنامه یه عصر خوب اصلا کلن فضاش فضای یه مقدار شاد و سرگرمیه، در کنار اینکه یه خوره اطلاعات میدیم به دوستان شنونده. خانم جمشیدی، شما که فامیل آقای پژمان جمشیدی هستین، آیا پرسپولیسی هستین یا استقلالی؟ اینو بگین. والا نمیدونم. ما که اینجا در رادیو همه پرسپولیسی هستیم، به جز یه دو نفر عده معدودی که اونا نمیدونم چرا استقلالی هستن، نمیدونم. همه استقلالی ها رو خیلی دوست داریم. ولی خب دیگه حالا پرسپولیسی دیگه، خدا پرسپولیسی. خب یه سوال دیگه، من تو خونه هم همسرم هم پسرم هم بردشوهرم هم خواهرشوهرم همه پرسپولیسی. بسیار دیگه، چاره ای هم ندارید البته. شما که دیگه چاره ای ندارید. این از این. یه سوال دیگه بپرسم، حالا شما اینکه با آقای جمشیدی هستین و دائما در کنار هم دیگه میبینید هم دیگر رو، به هر حال رفت آمد هست، میخوام بپرسم که شما آیا بیشتر فیلم های ایشون رو نگاه میکنید از زمانی که کار تلویزیونی و سینمایی انجام میدن، یا اینکه نه خودشون رو اینقدر میبینید دیگه فیلم و سریال هاشون رو نمیبینید؟ نه فیلم و سریال هاشون خودشون یه چیزان. بله البته پژمان تقریبا اون شخصیتی که تو خونه داره همون شخصیت مهربونی تو فیلماش هم داره، به همون اندازه هم همیشه فانیه، به همون اندازه هم همیشه وقتی که باهاش میشینی واقعا زمان زود میگذره و خیلی لذت میبری. ولی نه، ما همه این فیلماش رو هم ما هم بچه ها نگاه میکنیم. اتفاقا الان یه سریال جدید اومده خوب بچه که به صورت سریال شده که به نظر من، حالا نه به خاطر اینکه پژمان بازی میکنه، ولی به نظر من واقعا جالب بود و خنده دار. بله خیلی هم عالی، خدا حفظشون بکنه، سلام ما هم بهشون برسونید. یه دوستی فقط یه سوالی برامو فرستادن، دلخور میشن اگه نپرسیم، اگه میتونید در عرض 30 ثانیه پاسخشون رو بدین، اگر نه که میتونیم در دفعات بعدی مزاحمتون بشیم. گفتن آیا با پاس آلمانی میشه پناهنده کانادا بشیم؟ من حالا این سوال پرسیدم، نمیدونم دیگه، شما بفرمایید. مگر شما وقتی میگم نه، به خاطر اینکه شما در صورتی میتونید پناهنده بشید که در کشور خودتون از نظر جانی در خطر باشید. شما آیا در آلمان از نظر جانی در خطر هستید؟ اوکی، میتونید با پناهنده، با پاسپورت آلمانی هم پناهنده بشید. ولی آلمان به خاطر شرایطی که داره خیلی عجیب به نظر میاد اگر شما تیمتون در آلمان در خطر باشه. بله خب خیلی منطقی میفهمید، بالاخره این دوستمون هم سوال پرسیده بودن، امیدوارم پاسخ شما رو گرفته باشن. ولی شاید این دوستمون مثلا از با مثلا نوه هیتلر دوست بوده، به خاطر این میخواد مثلا پناهنده شه مثلا. خب نه، سوالی بوده که شما اینجا قبول اینجا قبولش.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم متشکر. خانم جمشیدی عزیز. ما به بخش خبرمون رسیدیم و باید کم کم از حضورتون خداحافظی بکنیم. فقط ازتون خواهش میکنم اگر زمان دیگه ای داشته باشید و ما بتونیم افتخار این رو داشته باشیم که یک دفعه دیگه در خدمتتون باشیم در روزهای آتی و ماهای آتی، خیلی ما رو خوشحال میکنید و شنوندگانمون، البته بیشتر از ما، شنوندگانمون رو خیلی خوشحال میکنید. خیلی متشکر. عصر خوبی داشته باشید. مرسی از همراهی شما. ممنونیم. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارت. بله خانم بله، الهام جمشیدی رو داشتیم. خیلی متشکرم از سرکار خانم الهام جمشیدی به خاطر پاسخهایی که به سوالات شنوندگان ما دادن در رابطه با مهاجرت. قول دادیم که بار دیگه هم از ایشون دعوت بکنیم روی خط برنامه زنده باشن، صداشون رو بشنویم و به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم.